فصل 4 ارزش رنج کشیدن. در ماه‌های واپسین 1944 بعد از حدود یک دهه جنگ، اوضاع داشت به ضرر ژاپن پیش می‌رفت. اقتصادشون مثل خر توی گل گیر کرده بود. ارتششون در تقریبا نصف آسیا پراکنده شده بود و سرزمین هایی که در اقیانوس آرام تصاحب کرده بود مثل مهره های دومینو سرنگون می شدند و به دست ایالات متحده می افتاد. شکست اجتناب ناپذیر به نظر می رسید. در 26 دسامبر 1944 صدفان دوم هیرو اوندا از ارتش یک ژاپن به جزیره کوچک لوبانگ در فیلیپین اعزام شد. مأموریت هیرو این بود که تا جایی که میتونه پیشرفت ایالات متحده رو کند کنه، تا سرحد مرز ایستادگی کنه و هیچ وقت تسلیم نشه. هم خودش و هم فرماندهش میدونستند که این مأموریت یک خودکشی بود. در فوریه 1945 آمریکایی‌ها به لوبانگ رسیدند و با ارتشی سهمگین جزیره را گرفتند. در عرض چند روز بیشتر سربازهای ژاپنی یا تسلیم و یا کشته شدند. ولی اوندا به همراه 3 تن از مردهاش تونستند اون سالم به در ببرند و توی جنگل قایم بشن. از اونجا حملات چریکی پراکنده‌ای رو علیه نیروهای آمریکایی و جمعیت محلی انجام می‌دادند. به خطوط انتقال مهمات حمله می‌کردند، به سربازان گشتی شلیک می‌کردند و به هر روشی که می‌تونستند چوب لای چرخ نیروهای آمریکایی می‌ذاشتند. آگوست همون سال، یعنی بعد از حدود 6 ماه، ایالات متحده روی شهرهای هیروشیما و ناکازاکی بمب اتمی انداخت. ژاپن تسلیم شد و مرگبارترین جنگ در تاریخ بشر به پایان دراماتیکش رسید. اگرچه هزاران سرباز ژاپنی هنوز در جزایر اقیانوس آرام پراکنده بودند و بیشترشون مثل اواندا توی جنگل‌ها قایم شده بودند و نمی‌دونستند که جنگ تمام شده، این سربازها درست مثل قبل به جنگ و غارت ادامه دادند و این یک مشکل بزرگ در بازسازی آسیای شرقی بعد از جنگ بود و دولت‌ها به توافق رسیدند که باید در این باره کاری بکنند. ارتش ایالات متحده به اتفاق دولت ژاپن هزاران بروشور رو از بالای اقیانوس آرام روی این جزایر پخش کردند و اعلام کردند که جنگ تموم شده و وقتش رسیده که همه برن خونه هاشون. اواندا و سربازاش هم مثل خیلی های دیگه این بروشورها رو پیدا کردند و برخلاف خیلی های دیگه تصمیم گرفتن که این اعلامیه ها ساختگیه و یک تلاش از طرف نیروهای آمریکایی که چریکا رو از جنگل بیرون بکشن. اواندا اعلامیه ها رو سوزوند و سربازاش به زندگی مخفیانه در جنگل و مبارزه ادامه دادن. 5 سال به همین منوال گذشت. انتشار و پخش اعلامیه ها متوقف شد و بیشتر نیروهای آمریکایی رفته بودن خونه هاشون. محلی‌های لوبانگ سعی کردند به زندگی عادی خودشون، یعنی کشاورزی و ماهیگیری، برگردند. ولی هنوز هیرواندا و مردانش به کشاورزان شلیک می‌کردند، محصولاتشون رو آتیش می‌زدند، دام‌هاشون رو می‌دزدیدند و محل‌هایی که داخل جنگل پرسه می‌زدند رو به قطع می‌رسوندند. دولت فیلیپین اعلامیه‌های جدید چاپ و توی جنگل پخش کرد. بیایید بیرون، جنگ تمام شده، شما باختید. ولی این بار هم باور نکردند. در سال 1952 دولت ژاپن یک تلاش نهایی انجام داد که آخرین سربازهاش رو
که در جزایر اقیانوس آرام قایم شده بودند بیاره خونه. این بار نامه ها و عکس هایی از خانواده های سربازان گم شده به همراه یادداشتی از خود امپراتور در جنگل پخش شد. این بار هم واندا نخواست که باور کنه که این اطلاعات واقعی هستند. این بار هم فکر کرد که این قضیه زیر سر آمریکاست. این بار هم هیرو و سربازاش موندن و به جنگیدن ادامه دادن. چند سال دیگه هم گذشت و فیلیپینی های محلی که از این همه ترور به سطوح آمده بودن خودشون دست به اسلحه شدن و با اواندا و یارانش مبارزه کردند تا سال 1959 یکی از همرزمان اواندا تسلیم شده و یکی دیگرشون کشته شده بود. یک دهه بعد آخرین یار اواندا مردی به نام کوزوکا در یک تیراندازی با نیروهای پلیس محلی کشته شد در حالی که داشت شالیزارهای برنج را آتیش می‌زد، یعنی یک ربع قرن از پایان جنگ جهانی دوم گذشته بود و آنها هنوز داشتن می جنگیدن. حالا دیگه اواندا که بیشتر از نصف عمرش رو در جنگل‌های لوبانگ سفری کرده بود، تک و تنها مونده بود. در سال 1972 خبرهای مربوط به مرگ کوزوکا به ژاپن رسید و سر و صدای زیادی به پا کرد. مردم ژاپن فکر می‌کردند که آخرین سربازهای جنگ سالها پیش اومدن خونه. رسانه‌های ژاپنی شروع کردند به مطرح کردن این سوال که اگه کوزوکا تا سال 1972 در لوبانگ مونده، شاید خود اواندا آخرین سرباز بازمانده از جنگ جهانی دوم هنوز زنده باشه. همون سال دولت ژاپن و فیلیپین با همکاری هم یک گروه تجسس تشکیل دادن و همه جنگل رو دنبال این ستوان دوم پر رمز و راز گشتن. کسی که یک شخصیت معمابار داره، یک شخصیت قهرمان و یک شخصیت شبهگونه. هیچی پیدا نکردن. ماهای زیادی گذشت و قصه ستوان اواندا به جورایی به افسانه های محلی ژاپن تبدیل شد. یک قهرمان جنگی که اونقدر دیوانه است که نمیشه واقعی بودنش رو باور کرد. خیلی ها عاشقانه میپرستیدنش. خیلی ها ازش انتقاد میکردن. بعضی ها میگفتن این حرف ها مال قصه های پریانه و آدم های این قصه ها رو بافتن که هنوز میخوان به ژاپنی باور داشته باشن که خیلی وقت پیش ناپدید شده. حول و حوش همین دوران بود که مرد جوانی به اسم نوریو سوزاکی برای اولین بار اسم واندا به گوشش خورد. سوزاکی یک ماجراجو، یک سفربروی کنجکاو و یک جورایی هیپی بود. بعد از پایان جنگ به دنیا اومده بود. از مدرسه اخراج شده بود و 4 سال مداوم در جاده بود و آسیا، خاورمیانه و آفریقا رو هیچ‌هاک کرده بود و شبها روی نیمکت پارکا در ماشین غریبه ها، سلول زندان و زیر آسمون خدا روز کرده بود. برای قضا در مزارع به کار داوطلبانه مشغول می شد. برای پرداخت هزینه اقامت خون اهدا می کرد. یک روح آزاده بود و شاید یه خورده هم بیمخ. در سال 1972 سوزوکی به این نتیجه رسید که ماجراجویی جدیدی لازم داره. بعد از سالها سفر به کشورش برگشته بود و اصلاً با این ژاپن جدیده حال نمی کرد. از هنجارهای صلح فرهنگی و سلسله مراتب اجتماعی حاکم حس خفگی بهش دست می داد. از مدرسه نفرت داشت. نمی تونست سر یک کار آروم بگیره. می خواست دوباره برگرده به جاده ها و دوباره برای خودش آزاد باشه. برای سوزوکی افسانه اواندا به عنوان جوابی برای سوالهاش هویدا شد. این قضیه براش یک ماجراجویی جدید بود که ارزش پیگیری داشت. سوزوکی یقین داشت که خودش اون تنها آدمیه که میتونه اواندا رو پیدا کنه
گروه‌های تجسس ژاپنی، فیلیپینی و آمریکایی نتونسته بودن رواندا رو پیدا کنن. پلیس محلی به مدت 30 سال جنگل‌های منطقه رو وجب به وجب گشته بود. هزاران اعلامیه پخش شده بودند بدون دریافت هیچ پاسخی. ولی گور باباش این هیپی ویلگرد می‌خواست بره و اون آدمی باشه که پیداش می‌کنه. مبارزه به جزیره لوبانگ سفر کرد و تنهایی زد به دل جنگل. استراتژی سوزوکی این بود که اسم اواندا رو فریاد بزنه و بهش بگه که امپراتور خیلی نگرانشه. در عرض 4 روز اواندا رو پیدا کرد. سوزوکی مدتی پیش اواندا در جنگل موند. اون زمان اواندا به مدت 1 سال بود که تنها شده بود و خیلی از این همدم و هم صحبت استقبال کرد. خیلی هم تشنه این بود که بفهمه در این سالها چه اتفاقاتی افتاده و چی بر سر ژاپن و دنیا اومده. این دو نفر یه جورایی رفیق هم شدن. سوزوکی از اواندا پرسید که چرا این همه سال به مبارزه ادامه داد. اواندا گفت که خب خیلی ساده است. بهش دستور داده بودن که هیچ وقت تسلیم نشو و اون هم همین کار رو کرده بود. به مدت 30 سال داشت از یک دستور تبعیت میکرد. بعد اواندا از سوزوکی پرسید چی شده که یک پسر هیپی اینجوری اومده و دنبالش میگرده؟ سوزوکی گفت که ژاپن رو در جستجوی 3 چیز ترک کرده. صدفان اواندا، یک خرس پاندا و یتی، به همین ترتیب که گفتم. این دوتا آدم تحت شرایط بسیار عجیبی به هم خو کرده بودند. دوتا ماجراجوی خوش انرژی با نیتهای خیر در جستجوی ورژن غلطی از کمال، مثل دون کیشوت و سانچو پانزای ژاپنی در دنیای واقعی که در جنگل‌های مرطوب فیلیپین گیر افتاده بودند، خودشون رو قهرمان می‌دونستند. با وجود این که جفتشون تنها بودن هیچی نداشتن و هیچ کار خاصی نمی کردن. واندا که تا اون موقع بیشتر زندگیش رو وقت به یک جنگ خیالی کرده بود، سرنوشت سوزوکی هم که بهتر از اون نبود. بعد از این که ستوان گم شده و خرس پاندا رو پیدا کرد، چند سال بعد در جستجوی یتی در ارتفاعات هیمالایا جون خودش رو از دست داد. آدم ها اغلب اینجوری انتخاب می کنن که قسمت های بزرگی از زندگیشون رو وقف اهدافی بی اهمیت یا مخرب کنن. سخت تصور کردن این که اواندا اون 30 سال توی جنگل خوشحال بوده، از حشرات و جوندگان تغذیه می کرده، توی خاک و خل می خوابیده و سالهای سال محلی ها رو می کشته. یا اینکه چرا سوزوکی به سمت مرگ خودش هیچ هایک کرد، بدون هیچ پولی، بدون رفیقی و بدون هیچ هدفی جز اینکه یک گل خیالی رو پیدا کنه. بعدها واندا گفت که حسرت چیزی رو نمیخوره و به انتخابهایی که کرده و به اوقاتی که در لوبانگ به سر شد افتخار میکنه. گفت باعث افتخارش بوده که بخش قابل توجهی از زندگیش رو صرف خدمت به یک امپراتوری کرده که وجود خارجی نداشته. سوزوکی هم اگر زنده بود احتمالاً چیز مشابهی میگفت که داشت همون کاری رو میکرد که باید و اینکه حسرت چیزی رو نمیخوره. جفتشون انتخاب کردن که جوری رنج بکشن. پیرو واندا انتخاب کرد که برای وفاداری به یک امپراتوری مرده رنج بکشه. سوزوکی انتخاب کرد که برای ماجرارویی رنج بکشه. حالا هر چقدر هم که بیمارگونه جلوه کنه، برای هر دوشون این رنج کشیدن معنا داشت و یک هدف عالی‌تر رو دنبال می‌کرد و چون معنا داشت می‌تونستن تحملش کنن و حتی ازش لذت ببرن. اگر رنج کشیدن اجتناب ناپذیره، اگر مشکلات زندگی رو نمیشه حذف کرد، تا
پس سوالی که باید پرسیده بشه این نیست که چجوری رنج رو حذف کنیم، بلکه اینه که چرا دارم رنج میکشم؟ برای چه هدفی؟ هیرووانا در سال 1974 به ژاپن برگشت و یک جورایی در وطن به یک سلبریتی تبدیل شد. از این برنامه تلویزیونی به برنامه رادیوی بعدی دربد می شد. سیاستمدارها دست و پا می شکستن که باهاش دست بدن. یک کتاب منتشر کرد و از طرف دولت پول خیلی زیادی بهش پیشنهاد شد. ولی وقتی به ژاپن برگشت از چیزی که دید خیلی سرخورده شد. یک فرهنگ مصرفگرای کاپیتالیست سطحی که همه سنت‌های وفاداری و ایثار رو از دست داده بود. اوواندا سعی کرد که از این شهرتش برای تبلیغ و حمایت از ارزش‌های ژاپن قدیم استفاده کنه. ولی در این جامعه جدید کسی صدای اوواندا رو نمی‌شنید. برای اونها هیرو یک ابزار نمایشی بود تا یک متفکر فرهنگی. یک مرد ژاپنی که از یک ماشین زمان پیاده شده و همه مات و مبهوت نگاهش میکنن، مثل یک عتیقه‌ای در موزه. قسمت جالب ماجرا اینجاست که اوواندا افسرده شد. خیلی بیشتر از اون دورانی که در جنگل زندگی میکرد. حداقل توی جنگل برای یک هدفی استادگی میکرد. زندگیش معنادار میگذشت. این باعث شده بود که همه اون وجها براش آسون بشه و حتی مقداری لذت بخش. ولی اینجا در ژاپن جدید، جایی که از دید هیرو به یک ملت توخالی پر از سیپی‌ها و زنهای بی‌قید و بند در لباس‌های غربی تبدیل شده بود، با یک حقیقت تلخ مواجه شد که مبارزه‌اش بی‌معنا بوده. ژاپنی که براش زندگی می‌کرد، براش جنگی دیگه وجود نداشت. و سنگینی این حقیقت یه جوری سوراخش کرد که هیچ گلوله‌ای تا حالا نکرده بود و چون رنجی که کشیده بود هیچ معنایی نداشت، ناگهان براش روشن شد که 30 سال از زندگیشو تلف کرده. در نتیجه در سال 1980 اوواندا وسیله‌هاش رو جمع کرد و به برزیل مهاجرت کرد و تا آخر عمرش اونجا موند. پیاز خودشناسی. خودشناسی مثل پیازه، لایه‌های زیادی داره و هرچه لایه‌های بیشتری رو برداری و به عمق بزنی، احتمال بیشتری داره که گاه و بیگاه اشک بریزی. بیان فرض کنیم که لایه اول پیاز خودشناسی یک درک ساده از احساسات خودمون باشه. الان از اون وقت هاست که من خوشحالم. فلان چیز منو ناراحت میکنه. بهمان چیز به من امید میده. متاسفانه بعضی از آدم ها هستن که حتی در این سطح ابتدایی خودشناسی هم خیلی ضعیف عمل میکنن. میدونم، چون خودم یکی از اونهام. من و همسرم بعضی وقتا یک همچین مکالمه های بامزه ای داریم با هم. گوش کنی؟ چیزی شده؟ نه، هیچی نشده. نه، یه چیزی شده، بهم بگو. خوبم واقعا. مطمئنی؟ آخه به نظر میاد ناراحتی. واقعا؟ نه، خوبم، جدی میگم. همینه که این آدم اینقدر میره رو مخم. توی یک اتاق کار میکنیم ولی یه جوری رفتار میکنه انگار من اصلا وجود ندارم. تازه شنیدم یه بار سعی کرده زیرابمو پیش رئیس بزنه. هممون نقاط کور عاطفی داریم. اغلبشون هم به عواطفی مربوط میشن که در خلال بزرگ شدن توی مغزمون فرو کردن که احساسات نامناسبی هستند. سالها تمرین و تلاش لازمه که در حد شناسایی نقطه کور بهتر بشیم و بتونیم به خوبی ابرازشون کنیم. این یک وظیفه خیلی مهمه و به زحمتش میارزه. لایه دوم پیاز خودشناسی توانایی پرسیدن این سؤاله که چرا ما عواطف خاصی رو حس می‌کنیم. این چراها سوالات سختی هستند
و معمولاً ماها یا حتی سالها طول میکشه که جواب درست حسابی و دقیقی بهش داد. بیشتر آدمها نیاز دارن که برن پیش یک روانشناس تا برای اولین بار این سوالها ازشون پرسیده شه. این سوالها اهمیت زیادی دارن چون روشن میکنن که چه چیزی رو موفقیت یا شکست میدونی. چرا عصبانی هستی؟ آیا دلیلش اینه که در رسیدن به هدفی شکست خوردی؟ چرا حس خمودگی و بی‌انگیزگی داری؟ آیا دلیلش اینه که فکر میکنی به اندازه کافی خوب نیستی؟ این لایه از سوال‌ها کمک میکنه که ریشه عواطفی رو درک کنیم که ما رو احاطه میکنن. وقتی علت ریشه‌ای رو پیدا کردیم، اون وقت در بهترین حالت میتونیم کاری کنیم که تغییرش بدیم. ولی پیاز خودشناسی یک لایه دیگه هم داره که عمیق‌تره و این لعنتی پر از اشکه. لایه سوم ارزش‌های فردی ماه، چرا که من این دوی موفقیت شکست میدونم. چجوری خودم رو محک میزنم؟ بر اساس چه استانداردی دارم خودم و آدم‌های اطرافم رو قضاوت میکنم؟ رسیدن به این لایه خیلی سخته و مستلزم تلاش و زیر سوال بردن مداومه، ولی مهمترینه چون ارزش‌های ما ماهیت مشکلاتمون رو تعیین می‌کنن و ماهیت مشکلاتمون کیفیت زندگیمون رو. ارزش‌ها اساس هر چیزی هستند که ما هستیم و کارهایی که انجام میدیم. اگه چیزی که ارزش میپنداریم بیفایده باشه، اگه چیزی که موفقیت یا شکست میدونیم الکی انتخاب شده باشه، اون وقت هر چیزی که بر روی این ارزش ها بنا میشه، افکار، عواطف، حس‌های روزمره تا سریا گنج میره بالا. هر فکری یا حسی که در مورد شرایط خاصی به ذهنمون خطور میکنه برمیگرده به اینکه چقدر اون رو ارزشمند قلمداد میکنیم. بیشتر آدمها در جواب دقیق دادن به این چراها افتضاحن و این باعث میشه که نتونن دانش عمیقی در مورد ارزشاشون پیدا کنن. البته که ممکنه بگن صداقت و رفاقت براشون ارزشه، ولی فردا روز پشت سر حرف میزنن و در مورد دروغ میبافن تا در مورد خودشون حس بهتری داشته باشن. یا یکی ممکنه احساس تنهایی کنه، ولی وقتی از خودش میپرسه که چرا همچین حسی داره، اولین راهکاری که به ذهنش میرسه اینه که تقصیر رو بندازه گردن بقیه. همه آدم ها خبیث هستند، یا هیچکی باحال نیست، یا هیچکی به اندازه کافی باهوش نیست که اونها رو درک کنه و در نتیجه بیشتر و بیشتر از مشکلاتش سفره میره به جای اینکه سعی کنه حلشون کنه. برای خیلی ها این همون خودشناسیه. حالا اگه هم بتونن به عمق بزنن و به ارزش‌های بنیادیشون نگاه کنن، متوجه میشن که تحلیلاشون بر اساس تفره رفتن از پذیرش مسئولیت مشکلاتشون بوده تا اینکه بخوان دقیق مشکل رو شناسایی کنن. متوجه میشن که تصمیماتشون رو در راستا و به نفع سرخوشی‌های زودگذر گرفتن و نه خلق شادکامی واقعی. بیشتر راهنماها و مدرس‌های خودیاری هم این سطح عمیق‌تر خودشناسی رو نادیده می‌گیرن. اونها آدم‌های بدبخت بیچاره رو می‌گیرن چون می‌خوان پولدار بشن و بعد همه جور پند و اندرز بهشون میدن که چجوری بیشتر پول در بیارن و در تمام این مدت سوالات مهم مربوط به ارزش‌ها رو نادیده می‌گیرن. در درجه اول چرا احساس نیاز می‌کنن که پولدار بشن؟ چجوری موفقیت یا شکست خودشون رو می سنجن؟
آیا احتمال داره که ریشه ناشادکامیشون یک ارزش دیگه باشه و نه این مسئله که یک ماشین آنچنانی زیر پاشون نیست؟ بیشتر پند و اندرس‌های اون بیرون در سطح کم عمق کار میکنن و حال آدم‌ها رو در کوتاه مدت خوب میکنن، در حالی که مشکلات واقعی و بلند مدت حل نشده باقی میمونن. ادراک و احساسات آدم‌ها ممکنه تغییر کنه، ولی ارزش‌های بنیادی و معیارهایی که برای ارزیابی ارزش‌ها مورد استفاده قرار میدن تغییری نمی‌کنه. این پیشرفت نیست، این فقط یک روش دیگه برای رسیدن به سرخوشی‌های بیشتره. اینکه صادقانه خودتو ببری زیر سوال کار سختیه، چون باید سوالاتی رو از خودت بپرسی که جوابهای ناراحت کننده ای داره. تجربه به هم نشون داده که هرچه جواب ناراحت کننده تر باشه، احتمال بیشتری داره که درست‌تر باشه. یه لحظه وقت بذار و به یک قضیه‌ای که واقعا اذیتت میکنه فکر کن. حالا از خودت بپرس که چرا این قضیه رفته رو مخت؟ به احتمال زیاد جواب یه جور ناکامی به یه جور ناکامی مربوط میشه. اون ناکامی رو در نظر بگیر و از خودت بپرس که چرا به نظرت اینجوریه؟ آیا ممکنه اون واقعا از جنس ناکامی نباشه؟ شاید از زاویه اشتباهی داری بهش نگاه میکنی. یک مثال از زندگی خودم براتون بگم. اینکه داداشم جواب اسمس ها یا ایمیل ها مو نمیده میره رو مخم. چرا؟ چون انگار من هم وزنش نیستم. به نظرت چرا اینجوریه؟ چون اگه میخواست با هم رابطه داشته باشه 10 ثانیه وقت میذاشت و یک جوری با هم تماس میگرفت. چرا این قضیه که با برادرت در ارتباط نیستی برات یک ناکامی محسوب میشه؟ چون ما داداشیم، ما باید رابطه خوبی با هم داشته باشیم. 2 تا چیز دارن اینجا عمل میکنن. یک ارزش که برای من مهمه و یک معیار که بر اساس اون میزان پیشرفتم به سوی اون ارزش رو میسنجم. ارزش من برادرها باید رابطه خوبی با هم داشته باشن. معیار من تماس تلفنی یا ایمیل بازی. من اینجوری موفقیتم به عنوان یک برادر رو میسنجم. با تکیه کردن به این معیار کاری میکنم که حس ناکامی خیلی وقتا بیاد سراغم، مخصوصا صبحای جمعه. میتونیم با تکرار این فرایند حتی عمیق‌تر هم بریم. چرا برادرها باید روابط خوبی با هم داشته باشن؟ چون از یک خانواده هستند و اعضای خانواده باید به هم نزدیک باشن. چرا به نظرت باید اینجوری باشه؟ چون خانواده باید بیشتر از هر کس دیگه‌ای برات مهم باشه. چرا به نظرت اینجوریه؟ چون نزدیک بودن به خانواده یک چیز نرمال و سالمه، چیزی که من ندارم. اینجا من در مورد ارزش بنیادی خودم داشتن یک رابطه خوب با برادرم کاملا شیرفه‌ام هستم، ولی هنوز در مورد معیار دارم دست و پا میزنم. اسم دیگه ای روش گذاشتم، نزدیک بودن با اعضای خانواده، ولی معیارم تغییر چندانی نکرده. هنوز دارم خودم رو بر اساس تعداد تماسایی که با هم داریم قضاوت میکنم و مبنای این معیار خودم رو با کسانی که میشناسم مقایسه میکنم. همه کسانی که میشناسم رابطه نزدیکی با خانواده هاشون دارن، ولی من ندارم. من قطعا یک جای کارم میلنگه. ولی نکنه من معیارهای داغونی رو برای خودم و زندگیم انتخاب کردم؟ آیا چیز دیگه ای هم هست که میتونه درست باشه و من ندیدمش؟ شاید لازم نیست که با برادرم نزدیک باشم که اون رابطه خوب که برای من ارزش محسوب میشه بینمون برقرار باشه. شاید باید فقط احترام
متقابل بینمون باشه که الان هم هست، یا شاید باید دنبال این باشم که اعتماد دو طرفه بینمون باشه که اون هم الان هست. شاید اینها معیارهای بهتری برای سنجش برادریمون باشه تا تعداد اسمس هایی که رد و بدل میکنیم. خیلی به نظر درست میاد، من که حس میکنم برای من خیلی جوابه، ولی هنوز خیلی درد داره که من و داداشم به هم نزدیک نیستیم و هیچ روش مثبتی وجود نداره که قضیه رو بهش ربط بدیم. دونستن این قضیه راه مخفی نشونم نمیده که باهاش از خودم تعریف و تمجید کنم. بعضی وقتا برادرها، حتی اونهایی که عاشق هم دیگه هم هستن، روابط نزدیک ندارن و این اوکیه. اوایل پذیرفتنش سخته، ولی اوکیه. اون چه که در دنیای بیرون شما در مورد وضعیتتون صادق و درسته، به اندازه این که شما اون رو چجوری میبینید، با چه معیارهایی میسنجیدش و چجوری ارزش‌گذاریش میکنید اهمیت نداره. آره، ممکنه مشکلات اجتناب ناپذیر باشن، ولی معنای هر مشکل نه. ما روی این که هر مشکل چه معنایی داشته باشه کنترل داریم، چون میتونیم انتخاب کنیم که چجوری در موردشون فکر کنیم و با چه استانداردهایی اونا رو بسنجیم. مشکلات ستاره راک. در سال 1983 یک گیتاریست جوان و با استعداد به بدترین شکل ممکن از گروهشون اخراج شد. گروه به تازگی یک قرارداد خوب بسته بود و قرار بود اولین آلبومشون رو ضبط کنن، ولی چند روز قبل از این که ضبط شروع بشه، اعضای گروه درب خروج رو به گیتاریست قصه ما نشون دادن. نه اخطاری، نه بحثی و نه دعوای دراماتیکی، به معنای واقعی کلمه، و خیلی شیک از خواب بیدارش کردن و یک بلیط اتوبوس برای خونه دادن دستش. وقتی داشت از نیویورک به لس آنجلس برمیگشت، توی اتوبوس هی از خودش میپرسید چی شده؟ چه کار اشتباهی کردم؟ الان چه کار کنم؟ قراردادهای ضبط همینجوری از آسمون نمیافتن که، مخصوصا برای گروهای متال تازه کار و گوشخراش. آیا تنها فرصتی رو که داشتم از دست دادم؟ وقتی اتوبوس به لس آنجلس رسید، تصمیمش رو گرفته بود. از دلسوزی برای خودش دست کشید و قول داد که گروه جدیدی برای خودش راه اندازی کنه. با خودش قرار گذاشت که گروه جدیدش اینقدر موفق و خفن میشه که گروه قبلیش تا ابد اسم این گیتاریست دیو ماستین و اسم این گروه جدید که به یکی از گروه‌های افسانه‌ای تاریخ هوی متال تبدیل شد، مگادس بیشتر از 25 میلیون آلبوم فروخت و بارها در سراسر دنیا کنسرت و تور برگزار کرد. این روزها ماستین به عنوان یکی از درخشان‌ترین و تأثیرگذارترین موزیسین ها در تاریخ موسیقی هوی متال شناخته میشه. متاسفانه گروهی که ازش اخراج شده بود متالیکا بود که بیشتر از 180 میلیون نسخه آلبوم در سراسر دنیا فروخت. متالیکا رو همه به عنوان یکی از برترین های گروه های راک و متال تاریخ میدونن و به همین دلیل در یک مصاحبه نادر و خصوصی در سال 2003، ماستین در حالی که داشت اشک می‌ریخت اعتراف کرد که خودش رو یک ناکام می‌دونه، یک شکست خورده، چون با وجود همه موفقیت‌هایی که به دست آورده، هنوز همون آدمیه که از متالیکا اخراج شد. ما میمونیم فکر میکنیم موجودات از سطح بالا و پیچیده‌ای هستیم که صبح‌ها
با توستر نون داغ میکنیم و کفش‌های آخرین مدل میپوشیم. ولی راستش رو بخوای فقط یک سری میمون خوشلباس و پرتمطراق هستیم. و چون میمون هستیم به طور غریزی خودمون رو با بقیه مقایسه میکنیم و برای رسیدن به جایگاه اجتماعی بالاتر رقابت میکنیم. سوال نیست این نیست که آیا خودمون رو در جایگاه مقایسه با دیگران ارزیابی میکنیم، بلکه سوال اینه که بر اساس چه استانداردهای خودمون رو میسنجیم. دیو ماستین آگاهانه یا ناآگاهانه انتخاب کرد که خودش رو بر اساس اینکه چقدر از متالیکا موفق‌تر و محبوب‌تر باشه بسنجه. تجربه اخراج شدن از گروه قبلیش اینقدر براش دردناک بود که موفقیت نسبت به متالیکا رو به عنوان یک معیار انتخاب کرد تا بر اون اساس خودش و مسیر حرفه‌ایش رو بسنجه. با وجود اینکه یک اتفاق دردناک زندگیش رو به یک چیز مثبت تبدیل کرد و ازش مگادس ساخت، ولی انتخاب موفقیت متالیکا و مقایسه خودش با اون به عنوان معیاری تعیین کننده برای زندگیش آسیب‌های زیادی بهش وارد کرد. با وجود همه ثروت و طرفداران و هوراهایی که گرفت، هنوز خودش رو یک ناکام میدونست. حالا ممکنه من و شما به موقعیت دیو ماستین نگاه کنیم و خندمون بگیره به این که این آدم با میلیون ها دلار پول، صدها و هزاران طرفدار داتشه و یک مسیر شغلی که داری کاری رو میکنی که عاشقش هستی، ولی هنوز چشمات خیس میشه که رفقای 20 سال قبلت مشهورتر از تو هستن. دلیلش اینه که ارزش‌های من و شما با ارزش‌های ماستین متفاوته و ما خودمون رو بر اساس معیارهای متفاوتی می‌سنجیم. احتمالاً معیارهای ما یه چیزی شبیه به این که نمی‌خوام سر کاری برم که از رئیسم متنفر باشم، یا می‌خوام اونقدر پول در بیارم که بتونم بچه‌م رو به بهترین مدرسه بفرستم، یا خوشحال میشم اگه فردا رو توی جوب بیدار نشم. و با این معیارها ماستین به طرز شگفت‌انگیزی موفقه، ولی بر اساس معیار خودش، یعنی مشهورتر و موفقتر از متالیکا باش، یک ناکام شکست خورده است. ارزش‌هامون تعیین کننده معیارهایی هستند که بر اساسشون خودمون و دیگران رو می سنجیم. چیزی که برای اواندا ارزش بود، یعنی وفاداری به امپراتوری ژاپن، اونو 30 سال در جزیره لوبان نگه داشت. ولی همین ارزش باعث شد که موقع برگشتن به ژاپن سرخورده بشه و احساس بدبختی کنه. معیار ماستین یعنی بهتر بودن از متالیکا باعث شد مسیر حرفه‌ای بسیار موفقی در دنیای موسیقی رو رقم بزنه، ولی همین معیار بعدها کلی شکنجش داد، اگرچه موفقیت زیادی هم براش آورد. اگه میخوای دیدگاهت به مشکلاتت رو عوض کنی، باید چیزهایی که برات ارزش هستن و معیارهایی که باهاش موفقیت و شکست رو میسنجی رو عوض کنی. مثلا بیا نگاهی بندازیم به یک موزیسین دیگه که اتفاقا اون هم از گروهش اخراج شد. داستانش خیلی شبیه به دیو ماستینه، اگرچه حدود 20 سال قبلش اتفاق افتاد. سال 1962 بود و یک گروه جوان از بندر لیورپول در انگلستان تازه داشتن اسمی برای خودشون در می کردن. اعضای این گروه سروضع بامزه‌ای داشتن و اسم گروه هم از اون بامزه تر بود، ولی موزیکی که می زدن انقدر خوب بود که صنعت موسیقی بالاخره مجبور شد بهشون توجه کنه. اعضای این گروه شامل جان، خواننده اصیل، و ترانه‌سرا پول، پسر
بی بی پریس و رومانتیک گروه که گیتار بیس میزد، جورج نوازنده سرکش گیتار و در نهایت در امر گروه کسی که خوش‌چهره ترینشون بود. دخترها دیوونش بودن و توی مجله ها هم اول از همه صورت این بود که خودنمایی میکرد. حرفه‌ای ترین عضو گروه هم بود. دراب نمیزد. یک دوست دختر فابریک داشت. حتی یک عده کاسب کتشلوار پوش هم بودن که میگفتن ایشون باید چهره گروه باشه و نه جان و یا پول. اسمش پیت بست بود و اسم گروهشون بیتلز. در سال 1962 بعد از اینکه اولین قرارداد ضبط آلبومشون رو بستن، سه عضو دیگه گروه بی سر و صدا جمع شدن و از مدیر گروه برایان اپستاین درخواست کردند که اونو اخراج کنه. اپستاین سر این تصمیم کلی شیون رو ضایع کرد چون پیت رو دوست داشت. در نتیجه این کار رو به تعویق انداخت به امید اینکه این سه نفر نظرشون رو عوض کنن. ماها بعد درست سه روز قبل از اینکه ضبط اولین آلبومشون رو شروع کنن، اپستاین بالاخره پیت رو به دفترش صدا کرد. اونجا مدیر گروه بدون مقدمه چینی به پیت بست گفت گروهش رو از گروه گم کنه و گروه دیگه‌ای برای خودش پیدا کنه و هیچ دلیلی هم براش نیاورد، توضیحی نداد و ابراز تأسف هم نکرد. فقط گفت که اعضای گروه نمیخوان که اون عضوی از گروه باشه. پس برو به سلامت. به عنوان جایگزین بچه های گروه یک آدم عجیب و غریب به اسم رینگو استار را آوردن. رینگو از بقیه بچه ها بزرگتر بود و یک دماغ گنده با مزه داشت. رینگو موافقت کرد که موهاش رو به مدل زشت جان، پول و جورج در بیاره و به بچه های گروه اصرار کرد که در مورد هشپا و زیردریایی آهنگ بسازن. بچه های گروه هم گفتن آره چرا که نه، گور باباش میسازیم. در عرض 6 ماه بعد از اخراج بست، بیتلمانیا فبران کرد و جان، پول، جورج و پیترینگو به 4 تا از مشهورترین چهره‌های روی کره زمین تبدیل شده بودند. در ضمن قابل درک بود که پیت وارد فاز افسردگی عمیقی شد و ساعت‌های زیادی رو صرف کاری می‌کرد که هر انگلیسی دنبال بهانه می‌گرده که انجامش بده، مشروب خوردن. بقیه دهه 60 خیلی با پیت بس مهربان نبود. تا سال 1965 پیت از 2 تا از اعضای بیتلز به خاطر افترا و تلاش برای بدنام کردنش شکایت کرده بود و همه پروژه های موسیقیش به طرز فجیع شکست خورده بود. در سال 1968 دست به خودکشی زد، ولی فقط برای اینکه مامانش منصرفش کنه زندگیش به فنا رفته بود. قصه بیست مثل دیو ماستین پیش نرفت و بازگشتی رویایی به صحنه نداشت. هیچ وقت به یک سوپرستار جهانی تبدیل نشد و هیچ وقت میلیون ها دلار پول در نیاورد، ولی با این وجود سرنوشت بهتری برای بیست رقم خورد. در یک مصاحبه در سال 1994 بیست گفت اگه الان توی بیتلز بودن اینقدر که الان خوشحال هستم خوشحال نبودم. چی داره میگه این آدم؟ بیست توضیح داد که شرایط زندگی بعد از اخراج از بیتلز جوری رقم خورد که با همسر آیندهش ملاقات کنه و بعد بچه هاش از راه رسیدن. ارزشاش تغییر کردن. زندگیش رو یه جور دیگه میسنجید. البته که شهرت و ثروت چیزای خوبی بودن، ولی بیست تصمیم گرفت اهمیت و احترام بیشتری برای چیزهایی که داشت قائل بشه. یه خانواده بزرگ پرمحبت
یک ازدواج باثبات، یک زندگی ساده. البته الان هم فرصتش پیش بیاد بازم تو موسیقی کار میکنه، حتی دور اروپا تورهای اجرا میکنه و تا دهه 2000 میلادی هم به ضبط کردن آلبوم مشغول بود. پس واقعا چی رو از دست داده بود؟ فقط کلی توجه و به به چه چه، در حالی که چیزی که به دست آورده بود خیلی براش ارزشمندتر بود. این قصه ها نشون میدن که بعضی ارزش ها و معیار ها بهتر از بقیه هستند. بعضی ارزش ها به مشکلات خوب و سازنده منجر میشن که میشه راحت و روان حلشون کرد. بعضی ها هم به مشکلات بدی منجر میشن که به راحتی و همیشه قابل حل نیستن. ارزش های تخمی. یک سری ارزش های متداول هستند که مشکلات واقعا سخیفی رو برای آدم ها به وجود میارن، مشکلاتی که به سختی میشه حلشون کرد. بیان خیلی سریع نگاهی به این ارزش ها بندازیم. یک، لذت. لذت عالیه، ولی به عنوان ارزشی که زندگی رو حول محورش به چرخونی افتضاحه. برو از یک معتاد شیشه‌ای بپرس که قفلی زدن روی لذت اونو به کجاها رسونده. از کسی که مدام به همسرش خیانت میکرد، خانوادش رو نابود کرد، بچه‌هاش رو از دست داد، بپرس که آیا لذت باعث شد به خوشبختی برسه؟ از مردی که تا سرحد مرگ غذاهای چرب و چیلی خورد و همین مونده بود خودش هم بخوره، بپرس که لذت چجوری در حل مشکلات به کارش اومد. لذت یک خدای تقلبیه. تحقیقات نشون داده کسانی که انرژیشون رو روی لذت‌های سطحی متمرکز می‌کنند در نهایت استراب بیشتری دارند، از لحاظ عاطفی بی‌ثبات و افسرده‌تر هستند. لذت سطحی‌ترین نوع رضایت از زندگیه و در نتیجه راحت‌تر از هر چیزی به دست میاد و راحت‌تر از هر چیزی هم از کف میره. ولی با این وجود لذت اون چیزیه که 24 ساعته 7 روز هفته به ما عرضه میشه و تبلیغاتش همه جا هست. همون چیزیه که ما روش قفلی میزنیم، ازش برای سر کردن و پرد کردن حواسمون استفاده میکنیم. ولی لذت اگرچه در زندگی در دوزهای معینی لازمه، ولی به خودی خود کافی نیست. لذت علت شادکامی نیست، بلکه معلولشه. اگه بقیه چیزها رو درست انجام بدی، ارزش‌ها و معیارهای درست درمون، لذت هم خود به خود به عنوان یک محصول جانبی ظاهر میشه. دو، موفقیت مادی. خیلی ها ارزشی که برای خودشون قائل هستن رو بر اساس اینکه چقدر پول در میارن، چه ماشینی سوار میشن، یا اینکه چمن حیاتشون از چمن حیات همسایه چقدر سبزتر و قشنگتره می سنجن. تحقیقات نشون داده زمانی که فرد بتونه مایحتاج اصلی زندگیش مثل خوراک و سرپناه و غیره رو تأمین کنه، همبستگی بین شادکامی و موفقیت دنیوی به سرعت به سمت صفر میل می کنه. در نتیجه اگر یک بی خانمان قحطی زده در خیابانهای هند باشی، $10,000 در سال تأثیر شگرفی روی شادکامی میذاره. ولی اگر به راحتی در طبقه متوسط داری زندگی تو میکنی، $10,000 اضافی تأثیر چندانی نخواهد داشت و این یعنی داری خودتو جر میدی و آخر هفته ها هم اضافه کار وانیستی برای هیچی. مشکل دیگه‌ای که بیش از حد ارزش دادن به موفقیت مادی ایجاد می‌کنه، خطر اولویت دادنش نسبت به ارزش‌های دیگه است. ارزش‌هایی مثل صداقت، پرهیز از خشونت و همدلی وقتی آدم‌ها خودشون رو نه بر اساس رفتارشون، بلکه بر اساس مدال‌ها و مقام‌هایی که در جامعه جمع‌آوری می‌کنن می‌سنجن، نه تنها کم عمق و سطحی هستند، بلکه احتمالاً عوضی هم هستند. 3.
همیشه حق به جانب تو باشه مغز ماشین ناکارآمدیه. ما مدام فرضیه های ضعیفی میسازیم، احتمالاً و احتمالات رو بد قضاوت میکنیم، واقعیت ها رو نادرست یادآوری میکنیم، تسلیم سوگیری های شناختی میشیم و بر اساس عواطف بدی و یهویی تصمیم میگیریم. ما یعنی گونه بشر تقریبا بیشتر وقتها در اشتباه هستیم. پس اگر معیار شما برای موفقیت در زندگی اینه که حق با شما باشه، خب باید بگم که خیلی بهتون سخت میگذره که همیشه اراجیف رو برای خودتون عقلانی جلوه بدین. واقعیت اینه که آدم هایی که ارزش خودشون رو بر اساس اینکه همیشه حق باشون باشه میسنجن، درها رو به روی یادگیری از اشتباهاتشون میبندن. اونها این توانایی رو ندارن که از منظرهای جدید نگاه کنن و با دیگران همدلی کنن. اونا چشمشون رو به روی اطلاعات جدید و مهم میبندن. روی کرده بسیار مفیدتر اینه که خودتون رو جاهل فرض کنید، کسی که خیلی چیزها رو نمیدونه. این باعث میشه که به خرافات و باورهای بی‌بنیان خزعبل نچسبید و همیشه روحیه یادگیری و رشد رو در خودتون زنده نگه دارید. 4. چنگ زدن به مثبت‌اندیشی. یک عده هم هستن زندگیشون رو بر اساس تواناییشون برای مثبت بودن در مورد تقریبا همه چی میسنجن. شغلت رو از دست دادی؟ عالی، این فرصتیه که رویاهات و علاقات رو دنبال کنی. شوهرت بهت خیانت کرد؟ خب حداقل متوجه شدی که اطرافیانت چجور آدم هایی هستن. بچت داره به خاطر سرطان میمیره؟ خب حداقل مجبور نیستی که پول درس و دانشگاه بدی. این که نیمه پل دیوان رو نگاه کنی چیز بدی نیست، ولی حقیقت اینه که بعضی وقتا زندگی یه جورایی و سالمترین روی کرد به این قضیه اینه که بهش اعتراف کنی و بپذیریش. انکار حسهای منفی میتونه به حسهای منفی عمیق‌تر و مزمنتر و یا حتی اختلالهای عاطفی منجر بشه. مثبت‌اندیشی مداوم یه جور تفره رفتنه، نه یک راهکار درست حسابی برای مشکلات زندگی. مشکلاتی که اگه معیارها و ارزش‌های درستی داشته باشی میتونن شما رو قدرتمندتر کنن و حتی بهتون انگیزه بدن. ببین واقعا قضیه خیلی ساده است. کارها خوب پیش نمیرن. آدم‌ها میرن رو مخمون. این چیزها حالمون رو بد میکنه و این اوکیه. حس‌های منفی یک قسمت ضروری از سلامت عاطفی ما هستند. انکار این منفیجات یعنی ابدی کردن مشکلات و نه حل کردنشون. کاری که با احساسات منفی باید کرد میدونی چیه؟ باید 1. به روش معقول و پذیرفته شده اون رو ابراز کنی. 2. یه جوری ابرازش کنی که همسو با ارزشات باشه. بذار یه مثال برات بزنم. یکی از ارزشای من پرهیز از خشونته. در نتیجه وقتی از شخص خاص خیلی عصبانی میشم، اون عصبانیت رو ابراز میکنم، ولی خیلی هم سعی میکنم که با مش نکوبم توی صورتش. ایده رادیکالیه میدونم، ولی این عصبانیت نیست که مشکل ماست. عصبانیت طبیعیه، بخشی از زندگیه. عصبانیت توی خیلی از موقعیت‌ها چیز سالمیه. یادتون باشه که احساسات چیزی جز پاسخورد نیستن. مشتدن توی صورت آدم‌ها این مشکله. خود عصبانیت مشکل نیست. عصبانیت فقط یک پیام رسانه برای مشت من توی صورت تو. تقصیر رو ننداز کردن پیام رسان. بندازش گردن مشت من یا صورت خودت. وقتی خودمونو مجبور میکنیم که همیشه مثبت‌اندیش و
مثبت نگر باشیم وجود مشکلات زندگی رو انکار میکنیم و وقتی مشکلات رو انکار میکنیم این فرصت رو از خودمون میگیریم که اونو حل کنیم و شادکامی به بار بیاریم. مشکلات یه جور حس معنا و اهمیت رو به زندگیمون اضافه میکنن. در نتیجه اگه از مشکلاتمون جا خالی بدیم یک هستی بی‌معنی اگرچه شاید خوشایند خواهیم داشت. در بلند مدت تمام کردن یک ماراتون ما رو از خوردن یک کیک شکلاتی خوشحالتر میکنه. بزرگ کردن یک بچه ما رو از پلی‌استیشن خوشحالتر میکنه. شروع یک کسب و کار کوچیک با رفقامون در حالی که به نون شب محتاجیم ما رو از خرید یک لپتاپ جدید خوشحالتر میکنه. این فعالیت ها استرس زیادی دارند. شیره آدم رو میکشند و اغلب اوقات ناخوشایندند. از اونام که باید مشکل پشت مشکل رو تحمل کنی، ولی با این وجود از معنادارترین و پرشعفترین چیزهایی که در کل زندگی انجام میدیم. درد دارند، تقلا دارند، حتی عصبانیت و ناامیدی دارند، ولی وقتی به سرانجام میرسونیمشون به عقب نگاه میکنیم و در حالی که داریم برای نوه‌هامون تعریفشون میکنیم چشمامون تر میشه. فروید میگه یک روز وقتی به گذشته نگاه میکنی سالهای سخت رو به عنوان قشنگترین هاش به یاد میاری. برای همینه که این ارزش‌ها، لذت، موفقیت مادی همیشه حق به جانب تو باشه، مثبت اندیشی و اینا ایده های سخیبی برای زندگی هستند. برخی از خفن‌ترین لحظه های زندگیمون نه خوشایند هستند و نه موفقیت آمیز و نه آشنا و نه مثبت. نکته اینجاست که باید چند تا ارزش و معیار درست و حسابی رو در خودمون تثبیت کنیم و اون وقتی که لذت و موفقیت خودشون میان سراغمون. اینها اثرات جانبی ارزش‌های خوب هستند. خودشون به خودی خود فقط سرخوشی‌های پوک هستند. تعریف ارزش خوب و ارزش بد. ارزش‌های خوب همچین ویژگی‌هایی دارند: یک، مبتنی بر واقعیت هستند. دو، از لحاظ اجتماعی سازنده‌اند. سه، بی‌واسطه هستند و قابل کنترل. ارزش‌های بد این ویژگی‌ها رو دارند: یک، خرافی هستند. دو، از لحاظ اجتماعی مخرب هستند. سه، بی‌واسطه نیستند، قابل کنترل هم نیستند. صداقت یک ارزش خوبه چون چیزیه که کاملا روش کنترل داری، واقعیت رو نشون میده و بقیه هم ازش سود میبرن اگرچه گاهی میتونه تلخ باشه. ولی از طرفی محبوبیت یک ارزش بده. اگر این ارزش رو انتخاب کنی، یعنی اگه معیار دین باشه که محبوب ترین پسر یا دختر مهمونی باشی، بیشتر ماجرا از کنترل تو خارجه. نمیدونی دیگه چه کسانی قراره تو مهمونی باشن و احتمالا نصف بیشتر اون آدم ها رو نمیشناسی. دوماً این ارزش بر اساس واقعیت نیست. ممکنه حس کنی محبوب هستی در حالی که واقعاً هیچ ایده‌ای نداری بقیه در مورد چی فکر میکنن. یادداشت جانبی. به عنوان یه قانون بگم، کسانی که از طرز فکر بقیه نسبت به خودشون میترسن در واقع از همه تاریکی ها میترسن که خودشون در مورد خودشون فکر میکنن و تو صورتشون بازتاب داده میشه. چند نمونه از ارزش های خوب و سالم: صداقت، نوآوری، آسیب پذیری، دفاع از حقوق خودت، دفاع از حقوق بقیه، عزت نفس، کنجکاوی، کمک به نیازمندان، تواضع و خلاقیت. چند نمونه از ارزش های بد و ناسالم: سلطه‌جویی از طریق دغل‌بازی یا خشونت، همیشه احساس خوب داشتن، همیشه مرکز توجه بودن، تنها نبودن، محبوب همگان بودن، پولدار بودن صرفاً به خاطر پولدار بودن، قربانی کردن حیوانات زبان بسته برای خدایان خدا نشناس. خواهید دید که ارزش‌های سالم و خوب
اونهایی هستند که از درون به دست میان. چیزی مثل خلاقیت یا تواضع رو میشه همین الان تجربه کرد. کافی ذهنت رو به سمت سوی خاصی جهت بدی تا تجربهش کنی. این ارزش ها بیواسطه فوری و قابل کنترل هستند و شما رو با دنیا همانطوری که هست درگیر می کنن. نه اونطوری که دوست داری باشه. ایده های بد معمولاً به رویدادهای خارجی وابستن. سفر با جت خصوصی. بهت بگن که همیشه حق با توست. در جزایر قناری ویلا داشته باشی. ارزش های بد اگرچه ممکنه گاهی با حال و لذت بخش باشن، ولی خارج از کنترل شما هستن و معمولاً به دست آوردنشون نیازمند ابزارهای مخرب و یا خرافی هستند. ارزش یعنی اولویت بندی. همه یک ژلاتوی خوب یا یک خونه در جزایر قناری رو دوست دارن. سوال اینه که اولویت شما چیه؟ چه ارزش هایی رو بر بقیه مقدم میدونی؟ چه ارزش هایی بیشتر از بقیه در تصمیم گیری هات اثرگذار هستند؟ ارجحترین اولویت هیرو اواندا وفاداری تام و خدمت به امپراتوری ژاپن بود. خب این ارزش اگر از خوندن سرگذشتش متوجه نشدی، از یک رول سوشی مونده بوگندوتره. این ارزش مشکلات زیادی برای هیرو ایجاد کرد. توی یک جزیره دورافتاده گیر افتاد و به مدت 30 سال از حشرات و کرم‌ها تغذیه کرد و البته مجبورش هم کرده بودند که جون شهروندان بیگناه رو بگیره. پس با وجود اینکه هیرو خودش رو یک آدم موفق می‌دونست و با وجود اینکه معیارهاش رو برآورده کرده بود، ولی فکر می‌کنم همتون اتفاق نظر دارین که زندگیش به فنا رفت. یعنی هیچ کدومتون دلتون نمیخواست جای اون بودیم. اگه میتونستیم کاراشو تحسین نمیکردیم. دیو ماستین به شهرت و ثروت چشمگیری رسید، ولی با این وجود احساس ناکامی میکرد، چون که ارزشهای بدی رو انتخاب کرد که مبنای مقایسش با موفقیت دیگران سنجیده میشد. این ارزش مشکلات داغونی رو براش فراهم کرد. مشکلاتی مثل من باید 150 میلیون آلبوم دیگه هم بفروشم، اون وقت دیگه همه چی ردیف میشه، یا تور بعدی من فقط باید یک استادیوم باشه. مشکلاتی که فکر میکرد باید حلشون کنه تا خوشبخت بشه، جای تعجب نیست که چرا نبود. از طرفی پیت بست از این رو به اون رو شد. با وجود اینکه اخراج شدنش از بیتلز باعث افسردگی و سرخوردگی شده بود، بزرگتر که شد یاد گرفت چیزهایی که براش اهمیت دارند رو از نو اولویت بندی کنه و زندگیش رو زیر نور جدیدی محک بزنه. به همین دلیل بس به یک مرد خوشحال و سالم تبدیل شد که در یک خانواده عالی با زندگی سادش حال میکرد. چیزهایی که 4 تا عضو بیتر سالهای سال برای دستیابی بهش در تقلا بودن. وقتی ارزش‌های سخیفی داریم، یعنی استانداردهای بدی برای خودمون و دیگران تعیین می‌کنیم، یعنی برای چیزهایی تر خورد می‌کنیم که اهمیت ندارن، چیزهایی که در واقع زندگیمون رو بدتر می‌کنن، ولی وقتی ارزش‌های بهتری رو انتخاب می‌کنیم، میتونیم برای چیزهای بهتری تلاش کنیم، چیزهایی که اهمیت دارد، چیزهایی که سطح سلامت و رفاهمون رو بالا میبرد و شادکامی، لذت و موفقیت رو به عنوان اثرات جانبی از خودشون نشون میدن. خلاصه بگم، رشد شخصی همینه. اولویت دادن به ارزشهای بهتر و انتخاب چیزهای بهتری برای اینکه براشون تلاش کنیم. چون وقتی طرح‌های با کیفیت تری خورد می‌کنی، مشکلات بهتری خواهی داشت و وقتی مشکلات بهتری داشته باشی، زندگی بهتری هم خواهی داشت. از اینجا به بعد این کتاب
به 5 ارزش اختصاص داره که اونقدرها هم با عقل سلیم همسو نیستن، ولی ارزش هایی هستند که به نظر من مفیدترین ارزش هایی هستند که فرد میتونه برای زندگیش انتخاب کنه. همشون یک جورایی از قانون تلاش معکوس پیروی میکنن که قبلا در موردش صحبت کردیم. چون همشون از جنس منفی هستند، همشون نیازمند رویارویی با مشکلات عمیق‌تری هستند و نه تفره رفتن ازشون و متوسل شدن به سرخوشی های زود گذر. این 5 ارزش هم بحث برانگیز و هم رنجاننده هستند، ولی زندگی منو از این رو به اون رو کردن. اولین ارزش که در فصل بعد بهش میپردازیم یک شکل افراطی از مسئولیت پذیریه. پذیرش مسئولیت هر چیزی که در زندگی اتفاق میفته، صرف نظر از اینکه تقصیر کیه. دومین ارزش عدم قطعیت، اعتراف به نادانی و تردید همیشگی به باورها. بعدیش ناکامیه، تمایل به کشف اشتباهات و نقطه ضعفات با هدف بهتر کردنشون. چهارمی رد شدن، توانایی نگفتن و نشنیدن و در نتیجه تعیین کردن چیزهایی که میخوای در زندگی بپذیری یا نپذیری. آخرین ارزش که در موردش صحبت میکنیم تعمق در فانی بودنه. این یکی خیلی حیاتیه، چون توجه همیشگی به مرگ شاید تنها چیزی باشه که به ما کمک میکنه همه ارزش‌های دیگه‌مون رو در یک افق مناسب جلوی چشممون نگه داریم.